سلام. سلام جناب، این خط تو میشناسی بهش زنگ زدی؟ خب چی شده؟ تیر خورد چشمش تو سرش. کدوم بیمارس؟ الان دارم میبرمش بیمارستان قائم. زنده است؟ نمیدونم، بیهوش، نفس نمی کشه. صدای شلیک گلوله در سر، به جرم رد کردن اسلام، صدای جیغ و شیون و ماتم در غم کشته شدن فرزند به جرم ساده اعتراض، صدای کشتن دختر 22 ساله به جرم بیرون بودن چند تار مو، صدای کتک و زندان و شکنجه به جرم ساده مسیحی بودن، صدای تازیانه و تجاوز ماموران به دختران و پسران ایران، صدای فریادهای کمک در کوچه پس کوچه های ایران، تمام صداهایی که روزانه در ایران شنیده میشه فقط و فقط به جرم نپذیرفتن و رد کردن اسلام. و سهم ما از این اعتراض روزانه مرگ است و خون است و جیغ و شیون. خواندم در کتاب مقدس و شنیدم و باور دارم که شما خواهران و برادران من هستید، هر چند در کشوری غیر از ایران. زیرا از هر قوم و نژاد و قبیله ما در خداوند عیسی مسیح یک هستیم. و این یک بودن من رو به یاد و داستان مرد لاوی میندازه در کتاب داوران فصل 19 و 20 که همسرش مورد تجاوز قرار میگیره و سپس کشته میشه و اون مرد لاوی همسرش رو به 12 تکه تقسیم میکنه برای فریاد و دادخواهی و کمک. اونو به تمامی قوم اسرائیل میفرسته، از هر سرزمین و دیاری با هم جمع میشن، متحد میشن تا حمایت کنن اون مرد لاوی رو. پس اون مرد لاوی با فرستادن تکه‌ای از همسر خودش درخواست کمک و حمایتش رو به مردم اعلام میکنه تا درد و رنج خودش رو نشون بده به قوم خودش. و امروز ما تکه‌ای از ایرانمون رو برای شما مثل اون مرد لاوی فرستادیم. امروز من تکه‌ای از ایرانم که نیاز به کمک و حمایت شما دارم تا بتونم توی کشورم آزادانه خداوند رو پرستش کنم و خدمت کنم. آیا صدای فریاد کمک ما رو میشنوید؟ Shabbat shalom.